سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز یک شنبه 24 حوت 1399 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 مارچ سال 2021 میلادی. در نخست سرخط مهمترین ها، نشست صلح استانبول مکمل روند صلح دوحه، ناتوانی نهادهای امنیتی در امر مبارزه با کاهش معتادان در کابل، انتقاد در مورد درج نام 54 قوم جدید در شناسنامه های برقی، آمادگی هند برای سرمایه گذاری بیش از 13 میلیون دلار در بندر چابهار و تلاش حکومت سریلانکا برای منع پوشیدن برقع از سوی بانوان مسلمان. محمد ایوب نسیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نشست صلح استانبول جایگزین نه بل مکمل روند صلح دوحه خواهد بود. وزیر امور خارجه ترکیه افزود است که بیشتر طرفهای دخیل برای اشتراک در نشست ترکیه ابراز آمادگی کردند. از سوی هم اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی امروز نشستی را به هدف طرح ارائه شده آمریکا و برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و جهانی برگزار کردند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید دولت افغانستان و سیاسیون باید در رابطه با این طرح موضع روشن و واحد داشته باشند. ذبیح الله دوراندیش گزارش می‌دهد. ترکیه در اپریل 2021 میلادی میزبان نشست جهانی در مورد صلح افغانستان خواهد بود، نشستی که سرنوشت آینده افغانستان را رقم خواهد زد. وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با وزیر خارجه افغانستان گفته است نشست استانبول جایگزین نه بل مکمل روند صلح دوحه خواهد بود. او گفته است بیشتر طرفهای دخیل برای اشتراک در این نشست ابراز آمادگی کردند. نشست استانبول گام مثبت در راستای استقرار آتش بس و دریافت راه حل سیاسی برای تامین ثبات در افغانستان مطابق خواست و اراده مردم افغانستان باشه. اکنون به دنبال تلاش‌های جهانی در روند صلح افغانستان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به ایران سفر کرده تا با مقام‌های آن کشور در مورد صلح افغانستان گفتگو نماید. همزمان با این، امروز اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی چهارمین نشستشان را برگزار کردند و در این نشست در مورد پیشنویس تر پیشنهادی آمریکا و برگزاری نشست‌های روسیه و ترکیه در رابطه به صلح افغانستان به رایزنی پرداختند. در این جلسه فیصله شد که جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی از تسریع روند صلح و مذاکرات حمایت می‌کنند و با مطالعه دقیق طرح ایالات متحده آمریکا طرف جمهوری اسلامی افغانستان دیدگاه ها و نظریات خود را برای ایالات متحده آمریکا در مورد طرح ارائه میکنه. سرزی طرح غور کنه و آنها خودشان یا بدیل از طرح را ارائه کنند یا که می طرح اصلاح کنند نقاط ضعفی که داره اونا اصلاح شده و دوباره داده شده طرح تعدیل شده یا طرح دولت افغانستان داده شده. افزون بر این، پیش از برگزاری نشست صلح استانبول، روسیه تا 4 روز دیگر میزبان نشست صلح مسکو خواهد بود. معاون نخست مجلس سنا بر اجماع ملی از بحر بیرون رفت معضل کنونی در افغانستان تاکید کرده و گفته است امیدوار است در نشست مسکو یک تصمیم معقول و پذیرفتنی برای همه از بحر رسیدن صلح پایدار و عادلانه گرفته شود. ما امیدوار هستم که واقعیت‌های افغانستان در این جلسه مطرح شوه و یک تصمیم معقول گرفته شوه، یک فرمول که قابل قبول به اطراف قضیه افغانستان باشه و این بتانه یک صلح پایدار و عادلانه را بیاره. با این همه دیروز دولت افغانستان پذیرفته است که نمایندگان آنان در نشست‌های صلح مسکو و استانبول اشتراک خواهند کرد. گفته می شود در نشست صلح مسکو افسون بر روسیه نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان نیز حضور خواهند داشت و هدف این نشست تسریع روند صلح افغانستان و پایان دادن به جنگ در این کشور می باشد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان سیاسی میگویند در نشست هایی که در کشورهای بیرون در مورد صلح افغانستان برگزار می شود، اگر حق تصمیم گیری به مردم افغانستان داده نشود، نمی تواند ثبات را در افغانستان تأمین کند. به باور آنان، کشورهای خارجی در پی به دست آوردن منافع خودشان در افغانستان هستند و اگر روند صلح ضمانت قوی نشود، وضعیت پس از صلح با طالبان بدتر خواهد شد. قرار است هفته جاری مسکو و پس از آن انقره میزبان نشست‌های صلح میان افغانان برای پایان جنگ در افغانستان باشند. نشست‌هایی که برای افغانستان سرنوشت ساز دانسته شده و حکومت افغانستان نیست در این نشست‌ها اشتراک می‌کند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که این نشست‌ها می‌تواند ثبات را در افغانستان تامین کند. من فکر می‌کنم اگر اینیا به یک تفاهم کلی در اونجا برسه، بدون شک نشست ترکیه که در ماه اپریل دایر میشه، ما به این امید ما را میرسانه که ما به یک نتیجه خوب و در عین زمان به یک توافق سیاسی برسیم. شماری از اعضای مجلس نمایندگان به این باورند که طرح‌های خارجی نمیتواند برای تامین ثبات در افغانستان کمک کند. به باور آنان باید حق تصمیم گیری در نشست‌های صلح به شهروندان افغانستان داده شود تا این بار جنگ افغانستان از ریشه بخشکد. کاش که چنین می بود که ما خود ملت افغانستان می نشستیم و حرف می زدیم و مشکلات خود حل می کردیم و نسخه خود می داشتیم. اما متاسفانه مجبور هستیم که تن بدیم به نسخه خارجی. اگرچه تجربه کشورهای پسا جنگ ایرم نشان داده که با مداخله کشورهای مختلف به خصوص همسایه ها میشه که به یک تفاهم رسید. در همین حال مقام های پیشین امنیتی میگویند کشورهای خارجی به ویژه کشورهای منطقه در پی به دست آوردن منافعشان در افغانستانند. به باور آنان هر توافقی که میان حکومت و طالبان شکل میگیرد، اگر ضمانت قوی نشود وضعیت پس از صلح با طالبان بدتر خواهد شد. هر اداره یا ساختار دیگه که برای اداره افغانستان سرش موافق همیشه بالاخره در بحث های مشترک ضمانت از این که دیگه در افغانستان بعد از این پروسه کدام خشونت دیگه در این مملکت به وجود نمه یا بحران بسیار جدی امنیتی و بالاخره سیاسی به وجود نمه، افغانستان دیگه تکه و پارچه و تکه و پارچه نمیشه، اینی نگرانی بسیار جدیه. قرار است تا ماه می سال جاری امریکا تمام نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. از همین رو تلاش‌ها برای تسریع روند صلح در افغانستان افزایش داده شده و وزیر خارجه آن کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور غنی هشدار داده است در صورتی که پیش از خروج نظامیان خارجی توافق صلح با طالبان انجام نشود، با وجود پشتیبانی مالی امریکا از دولت افغانستان، طالبان مناطق بیشتری را تصرف خواهند کرد. درج نام 54 قوم جدید در شناسنامه‌های برقی سوی اداره احصائیه و معلومات با واکنش‌های تند سیاسیون، فرهنگیان و شهروندان کشور روبرو شده است. معاون دوم رئیس جمهور این اقدام ریاست احصائیه و معلومات را غیر عملی و غیر مسلکی دانسته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز آن را اشتباه پنداشته و گفته است که بحث‌های کلان ملی نیاز به مشورت دارند. در همین حال اداره احصائیه و معلومات هدف از درج نام 54 قوم جدید را در شناسنامه‌های برقی خواست بزرگان این اقوام دانسته و میگوید که هیچ رویکرد سیاسی در این زمینه وجود ندارد. گزارشی از احمد نوید کاوش. توزیع شناسنامه‌های برقی از همان روزهای نخست به شدت در افغانستان واکنش برانگیز شده و جنجال‌های فراوانی را به بار آورد. از درج واژه افغان گرفته تا درج نام 54 قوم جدید در شناسنامه‌های برقی. در تازه ترین مورد، آنچه بار دیگر واکنش های تندی را به همراه داشته است، درج نام 54 قوم جدید در شناسنامه های برقی از سوی اداره احصائیه و معلومات است. اقدامات تفرق افغانانه، اختلاف برانگیز یک جانبه که اساس علمی و واقعی متاسفانه در افغانستان نداره. جلوی ازی گرفته شود. اینکه حکومت با گماشتن افراد غیر مسلکی و خطاکار واقعا در پی چی است نمیدانم. اما می شود این را به عنوان یکی از مؤلفه های نظام در حال فروپاشی پنداشت.
عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این اقدام را اشتباه دانسته و گفته است که بحث‌های کلان کشور نیاز به مشورت دارد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیست با نشر آگهی نامه این اقدام ریاست احصائیه و معلومات را فاقد جنبه علمی و مسلکی دانسته است. قومیت ها باید بر اساس نرم ها و معیارهای علمی و مسلکی تثبیت شود و پس از او در دیتابیس تذکره الکترونیکی درج شود. درج نام اقوام در سیستم تذکره الکترونیکی مطابق به مطالبه و درخواست مکرر نماینده های اقوام صورت گرفته و به هیچ وجه تصمیم شخصی و سلیقه‌ای اداره ملی احصائیه و معلومات نیست. مطابق به تفسیر بند سوم ماده چهارم قانون اساسی که توسط شورای عالی استر محکمه صورت گرفته. در این میان برخی ها مدرک کردن چنین موارد را در شرایط حساس به سود کشور ندانسته و هشدار میدن که دامن زدن به این گونه موضوعات کشور را نابود میکند. بحث اقلیت و اکثریت در نهایت به این مفهوم هست که ما مردم افغانستان هنوز آمادگی ذهنی برای زندگی کردن در قرن 21 نداریم. از طرف دیگر سکوت نهادهای عدلی و قضایی پیرامون نقض ارزش‌های حقوقی و قانونی افغانستان دردآورتر هست. آنچه بیشتر حساسیت برانگیز شده است تقسیم شدن سه قوم مطرح، تاجیک، هزاره و ازبک به اقوام گوناگون است. نباید ما چنین کاری را بکنیم که بین اقوام افغانستان اختلاف ایجاد بکنیم و اگر اختلافهای ایجاد شده اینا را چاق و فربه بسازیم و بالاخره مردم افغانستان از مسیر اتحاد همگرایی دور بسازیم. با این همه امروز برخی از اعضای رهبری شورای اقلیت‌های افغانستان در نشست خبری از این اقدام اداره احصائیه و معلومات استقبال کردند. مسئولان ولایت کابل نهادهای امنیتی را در امر مبارزه با کاهش معتادان ناتوان می‌دانند. آنان می‌افزایند که مدیریت نادرست و فساد در وزارت داخله سبب شده که شمار معتادان در شهر کابل افزایش یابد. با این حال مسئولان وزارت صحت عامه نیز با ابراز نگرانی از افزایش روزمره معتادان میگویند این وزارت 80 تا 90 درصد از این که معتادان را درمان کردن نمیتواند رنج میبرد. همزمان با افزایش شمار معتادان و افزایش کشت مواد مخدر در کشور، اینجا مسئولان ولایت کابل امروز در نشست یک روزه زیر نام نقش رسانه‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر، نهادهای امنیتی به ویژه وزارت داخله را در کاهش مبارزه با مواد مخدر و کاهش شمار معتادان و کمکاری متهم می‌کنند. آنان افزایش جرم‌های جنایی و ناامنی‌های شهر کابل را به معتادان ربط داده و می‌گویند مدیریت نادرست و فساد در وزارت داخله سبب شده که شمار معتادان همه روزه افزایش یابد. امنیت و حتی جرایم بزرگ جنایی یکی از عواملش همین افراد معتاد است و وزارت محترم داخله در این مورد انتقاد جدی هست. انتقاد نه که یک بخش این بدبختی از مدیریت نه که از فسادی که در اینجا است. والی کابل ناحیه نهم شهر کابل را از بخش‌های می‌داند که مواد مخدر در آنجا به گونه آزادانه به فروش می‌رسد، اما مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر برای بازداشت افراد تلاش نمی‌کنند. کل می‌دانیم اینو میشه کشتیم همه می‌دانیم که در اوتخیل چی می‌گذرد. عمده فروشی مواد مخدره در اوتخیل است، افرادش مشخص است، پلیس اقدام نمی کند. شرم است. موینیت مبارزه با مواد مخدره با تمام دارزستش منعفم مصروفی چی است؟ با این حال سرپرست وزارت صحت عامه نیز با ابراز نگرانی از افزایش شمار معتادان میگوید وزارت صحت عامه 80 تا 90 درصد از این که نمیتوانند معتادان را درمان و شمارشان را کاهش بدهند رنج میبرند. باید چالش بسیار کلان حدود 80 تا 90 درصد منابعی که به خاطر مبارزه با مواد مخدر در بحث درمان و وقایع در بحث کاهش تقاضا به مواد مخدر فراهم میشم متاسفانه وزارت صحت عامه رنج میبرد. با این حال مسئولان معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگویند پلیس مبارزه با مواد مخدر همیشه تلاش دارد تا در امر مبارزه با این پدیده شوم تلاش کند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله
قاطعانه، صمیمانه و متحدانه همیشه تلاش کردند برای پلیس مبارزه علیه مواد مخدر، برای نیروهای امنیتی ما بحث کرونا، ابتلا به کرونا، تهدید کرونا در امر مبارزه علیه مواد مخدر هیچگاه مطرح نبوده. این گفته ها در حال بیان می شود که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نیز از ثبت 1133 پرونده مبارزه با مواد مخدر در این مرکز خبر می دهد که از این میان به 936 پرونده رسیدگی شده و 173 پرونده دیگر نیز زیر بررسی این نهاد است. تازه های اقتصادی پس از وقفه کوتاه. با ادامه خبرها خوش آمدید. هند در زمینه توسعه بندر چابهار بیش از 13 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. وزارت صنعت و تجارت هند در خبرنامه گفته است که این سرمایه گذاری های تازه هند در بندر چابهار به هدف توسعه داد و ستد بازرگانی به گونه مستقیم میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه انجام می شود. بر بنیاد این خبرنامه قرار است به زودی نمایندگی بانک های معتبر هند نیز در بندر چابهار به فعالیت آغاز کنند. وزارت صنعت و تجارت هند با نشر خبرنامه گفته است هند قرار است تأسیسات بازرگانی تازه را به هزینه بیش از 13 میلیون دلار در بندر چابهار ایجاد کند تا داد و ستد بازرگانیش را با افغانستان از این بندر به گونه مستقیم انجام دهد. گفته می شود این سرمایه گذاری هند نسبت به پول اختصاص یافته سال پار حکومت هند برای توسعه بندر چابهار بیش از دو برابر افزایش یافته و انتظار می رود با ساخته شدن این تأسیسات دشواری های موجود در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان از مسیرهای دیگر بازرگانی از میان برداشته شود. در بخشی از خبرنامه وزارت صنعت و تجارت هند آمده است بندر چابهار نه تنها که در رونق روابط بازرگانی افغانستان با منطقه و ایران سودمند دانسته می شود بل در سالهای آینده روند بازرگانی هند را با کشورهای آسیای میانه از راه افغانستان به چند برابر افزایش خواهند داد. گزارش ها نشان می دهد که با بکارگیری از بندر چابهار بازرگانی هند تنها به کشورهای آسیای میانه در سالهای آینده تا 500 میلیارد دلار خواهد رسید. وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز نبود نمایندگی بانک ها را در بندر چابهار از دشواری های بنیادی در برابر داد و ستد بازرگانی افغانستان با کشورهای آسیای میانه دانسته و تاکید می ورزد که با سرمایه گذاری های تازه هند و ایجاد نمایندگی بانک ها صادرات افغانستان به کشورهای آسیای میانه از 1 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. اگرچه بندر چابهار تحت تعزیرات نیست ولی مشکل بانکی داریم که تجار ما نمیتونه مشکلات بانکی خود از اون طریق حل کنه. امروز بانک‌های افغانستان، مسئولین افغانستان و هر دو کشور اینجا نشست داشتیم که چی راهکار زودتر و بهتر عاجل شروع کنیم که بتانیم مشکل تجار افغانستان حل بشه. گفته می شود با توجه به این که بندر چابهار نسبت به بندرهای دیگر بازرگانی به افغانستان نزدیکتر است، با ساخته شدن تأسیسات تازه هند در این بندر، هزینه های داد و ستد از طریق بندر چابهار تا 50% برای بازرگانان افغان کمتر خواهد بود. با گذشت 20 سال، هنوز باشندگان شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی از عرضه خدمات تاکسی محروم هستند. باشندگان این ولایت میگویند نبود عرضه خدمات تاکسیرانی سبب شده که این شهر به شهر موترسایکل سواران مبدل شود و تمام انتقال مسافران با خطرهای بسیار و با این وسیله انجام شود. مدیر ترافیک دایکندی میگوید در نتیجه رویدادهای ترافیکی این موترسایکل ها 20 تن در سال 1399 جان باختند. 20 سال پیش ولایت شد و حالا نو ولسوالی دارد، اما هنوز از توسعه شهری در این ولایت خبری نیست. ولایت که جمعیت چشمگیر دارد ولی هنوز از خدمات تاکسیرانی بی‌بهره است. شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی به شهر موترسایکل سواران مبدل گردیده و این افراد حالا با موترسایکل خدمات تاکسیرانی عرضه می کنند. مثلا بازار پایین، شفاخانه دیگه، همین جا، همین دشت، یعنی اینجا می‌بریم دیگه. شهر تاب و طرب نام دیگر دایکندی است، ولی محرومیت، نبود جاده‌های معیاری و بازسازی سایه سنگین بر سیمای این شهر افکنده است.
نه موتر لینی مشخص نداره که یک کرایه مشخص معیاری داشته باشه که هر کس که بتونه دزو موتر سوار شوه. پس به همین دلیل است که 20 افغانی از اینجا میریم تا بازار پایینه، 20 افغانی از اینجا میریم به این طرف تا موتر سکل موره میاد. تنها در مرکز شهر نیست که موترسایکل جای خدمات تاکسی را گرفته است. به دلیل نبود جاده های مواصلاتی، باشندگان ولسواله ها نیز مجبورند با طی کردن یک شبانه روز خود را با موترسایکل به مرکز شهر برسانند و هزینه هنگفت را نیز بپردازند. کرای ولسوالی ها مثلا ولسوالی خدیر که میبریم مثلا 900 روپیه 800 روپیه میبریم در موترسایکل. دیگه ولسوالی اشترلای که میبریم مثلا 1500 میبریم. سنگ تخت میبریم 2000 میبریم، بندر هم به اون صورت 2000 میبریم. گرد و خاک موتورسایکل زیاده. مریض میگن حالا خدا جون چه قسمی دیدی تا میاره از بالا تا اینجا که آمدم خیلی گرد و خاک شد. مریض فرمان مریض میگن حالا چیکار میگه؟ باشندگان شهر نیلی از این وضعیت ناراضند. آنان میگویند جابجایی مسافر با موتورسایکل خطرهای جدی نیز در پی دارد. موضوعی که ترافیک این ولایت نیز تایید میکند. در نتیجه از این حوادث ترافیکی متاسفانه ما 13 تن از هموطنای ما فوت شده، 13 نفر ذکور، البته جمعش 20 نفر است، 7 نفرش اوناس بوده و 13 نفرش ذکور بوده. ولی با تمام اینها موتورسایکل در کنار اینکه یک معضل را به بار آورده، سهولت‌های را نیز فراهم کرده، به گونه‌ای که بانوان در این ولایت نیز بدون محدودیت از آن استفاده می‌کنند. و حالا وقفه. باز هم خوش آمدید. اکنون تازه های جهان. حکومت سریلانکا اعلام کرده است که پوشیدن برقه از سوی بانوان مسلمان را در آن کشور منع می کند. به گزارش خبرگزاری روی ترز، سرات ویریسکرا وزیر امنیت سریلانکا گفته است که طرح مبارزه با بنیادگرایی و کابینه آن کشور پیش شده است و پس از تصویب نزدیک به 1000 مکتب و مرکز اسلامی نیز در آن کشور بسته خواهند شد. و افزوده است که پوشیدن برقه با تازگی در میان بانوان مسلمانان کشور شایع شده و نماد بنیادگرایی است. مقام های فلسطینی و اتحادیه عرب گشایش یک دفتر دیپلماتیک جمهوری چک را در بیت المقدس نکوهش کردند. با گزارش خبرگزاری روی ترس، پراگ سه روز پیش یک دفتر دیپلماتیک مقیم اسرائیل را در بیت المقدس باز کرد. وزیر خارجه فلسطین این اقدام جمهوری چک را حمله به حقوق مردم فلسطین و نقض قوانین بین المللی دانسته است. اتحادیه عرب نیز گفته است که شرق بیت المقدس سرزمین اشغالی است. و در پی جان باختن 7 بیمار مبتلا به ویروس کرونا از اثر کمبود اکسیژن در بیمارستان در اردن، وزیر بهداشت آن کشور از مقامش کنار زده شد. با گزارش خبرگزاری روی ترز، در پی این رویداد شماری از شهروندان اردن در برابر این بیمارستان در پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند. راهپیمایان حکومت را متهم به کمکاری برای درمان مبتلایان به ویروس کرونا کردند. پس از وقفه کوتاه تازه های ورزش. در ادامه این برنامه همایون آشنا با تازه های ورزش. فوتسال بازان رادیو تلویزیون خورشید با شکست خبرنگاران هرات به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام رسانه ها صعود کردند. دو تیم فوتسال تلویزیون خورشید و خبرنگاران هرات در بازی تماشایی رشته مسابقات جام رسانه ها پیش از چاش امروز در برابر هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه 5-4 به سود بازیکنان تلویزیون خورشید به فرجام رسید. بچه های هرات تکنیکی بودن و از ایراد آمده بودن، حتما برای یک نتیجه خوب آمده بودن، خیلی سخت بازی میکردن. ما به سختی تانستیم که نتیجه بگیریم. پلان داریم بخیر در دفعه بعدی ان شاء الله همراه هر تیمی که بفتیم زحمت خاص خود خود کشیدیم. فوتسال بازان برگزاری چنین مسابقات مناسبتی را از سوی فدراسیون فوتبال کشور زیر نام جام رسانه ها برای همبستگی میان رسانه ها و خبرنگاران برایشان تنوع بخش میدانند. و اینکه مسابقات خیلی خوبه که همساله برگزار بشه، خبرنگاران یکدیگر بشناسن. امیدوار هستیم همچنین تورنمنت ها همیشه در آینده نزدیک برگزار شود تا رسانه ها بتانن بین همدیگر مسابقات را راه اندازی بکنن.
خبرنگاران حرات در دیدار امروز پیکارهای فوتسال زیر نام جام رسانه‌ها در برابر شبکه رادیو تلویزیون خورشید در حال تن به شکست داد که فوتسال بازان خورشید در دیدار پسین این رقابت‌ها نشرات فدراسیون فوتبال و تلویزیون تمدن را نیز شکست داده بودند. رئیس جمهور غنی شام گذشته با اعضای دور دوم لیگ برتر بزکشی افغانستان در کاه چهارچنار دیدار کرد و کارنامه های چاپندازان را در رقابت های گوناگون به ویژه مسابقات ملی ستایش کرد. افزون بر آن رئیس جمهور غنی به وزارت مالیه دستور داد تا برای ایجاد یک میدان میاری بزکشی در پایتخت بودجه را نیز اختصاص دهد. نصرت حق پرست با نمایش طوفانی حریف مکزیکویی‌اش را در سازمان مبارزات آزاد UFC شکست داد. این دیدار که در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار شده بود، حق پرست با مشت‌های آهنین توانست رافا گارسیا را در راوند سوم با کسب امتیاز شکست دهد و این پیروزی ارزشمند را در کارنامه رزمی‌اش به ثبت رساند. مسابقات فوتبال زیر نام جام صلح در ولایت قندهار با قهرمانی تیم فوتبال فرا به فرجام رسید. این رقابت ها که با حضور گسترده هواداران فوتبال و با اشتراک 6 تیم از ولایت های فرا، قندهار، هرات، خوست پیگیری شده بود، سرانجام بازیکنان فرا با عملکرد موفق و شکست حریفان قهرمان این رقابت ها شناخته شد. انشاءالله ای جام یک نیت نیک میگیریم که بخیر یک سال در افغانستان بیاید اگر از این وقت و بعد ما بازی های خارجی را در استادیوم شاید باشیم. ممنون که خبر خورشید را بیننده بودید. وقت بخیر.